Aber die Kolli hat sich mal das. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أشرف مخلوقات محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خدمت خواهران و برادران عزیز و ایمانی لیبه گشویستا سلام علیکم و رحمت الله شهادت حضرت امام حسن و رحلت جد بزرگوارشان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بر شما عزیزان بیننده تسلیت عرض می کنم. Liebe Geschwister, ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Programm und möchte den Kondolenz und Beileid zu Ausdruck bringen wegen dem Tod des ehrenwerten Propheten und dem Martyrium von Imam Hassan Mujtaba. Janab Aray Mohammadi. Mohammadi. Janab Aray Mohammadi, Salam alaikum. Liebe Geschwister, wir werden heute Abend und morgen Abend Programm haben, heute Abend mit dem Vortrag von Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Hassan Mohammadi und Dua Kumail. دوستان عزیز امیدوار را در خدمت بزرگوار جناب آقای سید حجت الاسلام و مسلمین سید حسن محمدی هستیم به عنوان سخنران امشب بعد از سخنرانی هم در خدمت شما هستیم با برنامه دعای کمیل ما پس به عبارت دیگه دو شب برنامه داریم امشب و فردا شب و بار دیگر تسلیت عرض می کنم به حضور تمام سروران رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت ذریه پاک ایشان حضرت حسن ابن علی امام مجتبی علیه السلام را Liebe Geschwister, ich heiße Sie nochmal herzlich willkommen und bekunde den Beileid zum Tode vom Propheten und das Martyrium von unserem Imam Hassan alaihi salam. خب جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای سید حسن محمدی به شما رسما سلام علیکم و رحمت الله از تشریف فرمایی شما ممنون Herzlich willkommen und danke schön für das Kommen. خب برای اینکه وقت دوستان زیاد ضایع نکنیم با مقدمه چینی مستقیم به سخنرانی بریم از شما دعوت می کنم که ما را مستفیض فرمایید Ich bitte direkt wir zum Vortrag gehen. Bitte schön. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت تمامی سروران عزیز که تصویر و صدای بنده رو از طریق مرکز اسلامی و فرهنگی مونیخ دریافت میکنن رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد ختمی مرتبت و نوه عزیزش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه تسلیت عرض میکنم انشاءالله که بتوانیم در سایه توجه به عنایات حضرت معصومین علیهم السلام مخصوصا پیامبر عظیم الشان اسلام و امام حسن مجتبی مسیر بندگی و اطاعت را به نحو احسن انشاءالله طی کنیم Ich möchte ebenfalls erstmal alle herzlich grüßen und meinen Beileid
allen Zuschauer der Ahlul Bayt Kulturverein München e.V. Zum Ausdruck bringen und die diese Programm gerade anschauen. Und ich hoffe, und also den Beileid für den Tod des letzten Propheten und Imam seinen lieben Enkelsohn Imam Hassan Mujtaba. Ich hoffe, dass wir mit den Beachtungen der Fehlerfreien, insbesondere den Propheten und Imam Hassan, den Weg, die die uns vorgeben, bestens schreiten können. Befarmait. خب موضوع صحبتی که میخواهم خدمت سروران عزیز خودم در جای جای این جهان هستی عرض کنم مسیری است که نبی مکرم اسلام روبروی ما قرار داده است. بله. بعد این موضوع صحبت من مسیر پیامبر عظیم الشأن اسلام به عنوان مسیر سراسر فتح و پیروزی که هر کسی در این مسیر قدم بردارد به اون فتح پیروزی نایل می شود که من در عرایزم این رو به صورت مبسوط عرض خواهم کرد. Meine liebe Freunde, das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist im Grunde genommen den Weg des ehrenwerten Propheten, der er uns offen gegenüber gelegt hat. Das bedeutet, wir werden, also der Thematik ist im Grunde genommen der Weg des ehrenwerten Propheten als Weg der Errungenschaft und Sieges für uns. بفرمایید از نظر قرآن این مسیر نورانی و دشوار در عین اینکه نورانی هست دشوارم هست یعنی این مسیر نورانی که حضرت نبی مکرم اسلام میخواهد امت خودش را در این مسیر عبور بدهد و حرکت بدهد این مسیر مسیر پیروزی و ظفر و فتح نامیده میشه Bale. شما میتونید چند جمله بیشتر بگید بفرمایید خواهش میکنم زیاد قطع که بشه برای بینندگان جالب نیست خب این مسیر فتح و پیروزی که قرآن ازش یاد میبره یاد میکنه این مسیری است که رسول مکرم اسلام امت خودش رو در این مسیر قرار میده و این مسیر مسیری نیست که شکست داشته باشد چون خداوند متعال کسی نیست که در مقابل شیاطین و مسیرهای مخالف عبودیت و بندگی مسیر شکست باشه خداوند مسیری که انتخاب کرده مسیر پیروزیه مسیر فتحه این را در آیات مختلف مثل آیه اذا جاء النصر الله والفتح در سوره نصر و آیه انا فتحنا لك فتحا مبینا در سوره فتح ما این را به وضوح می‌بینیم که خداوند از این مسیر به فتح و ظفر و پیروزی نام می‌بره. Aus Sicht des Korans ist dieser Weg eine sehr beleuchtete Weg, aber eine sehr schwere Weg. Und der verehrte Prophet hat seine Umma, seine Gemeinschaft in diesem Weg eingesetzt. Dieser Weg wird als Weg des Sieges und Erfolg bezeichnet. Dieser Weg hat der Prophet uns da reingesetzt, weil es keinen Niederlage gibt in dieser Weg. Und das wird auch in den Versen des Korans ganz klar hervorgebracht. Wie zum Beispiel der Vers Enna fatahna laka fatan mubina in der Sura Nasr. Das bedeutet, von uns ist der Erfolg, und zwar baldiger Erfolg. Befarmait. خب این دوتا آیه مثال که خوندم خدمت سروران عزیز این دوتا نمونه و مثال که خداوند تعبیر فتح را به کار برده یعنی خداوند متعال در این آیات اشاره میکنه که کار رو ما تمام کردیم
ما برای شما یک فتح آشکار انجام دادیم. پس مسیر حرکت پیغمبر مسیر فتح، مسیر پیروزیه. پس بنابراین کسایی که همراه پیغمبر هستند، همراه حضرت حرکت می کنند، هم باید در مسیر فتح و پیروزی عبور کنند، نه مسیر شکست. بنابراین در دستگاه خداوند شکست معنا ندارد، چون در طرح خداوند متعال شکست معنا نداره، چون خدای متعال از دشمن خودش شکست نمیخوره، اصلا معنا نداره که خدا شکست بخوره. بنابراین برنامه الهی برنامه ظفر و پیروزیه. از شما فقط تقاضا دادم یه خورده آشمورده تر من باید بنویسم در یادداش کنم. ببخشید. Also es wurde zwei Verse gesagt. Der erste Vers habe ich jetzt vorhin nicht gesagt. Das war der erste Vers von der Sura Nasr. Diese beiden Verse spricht der Koran ganz klarer Fall von Fatah, von Erfolg, von Sieg. Das bedeutet, dass wir für euch den Weg zum Sieg und zum Erfolg vorbestimmt haben. Für euch gibt es nur den Sieg und keine Niederlage. Das bedeutet aber wiederum, dass alle Leute, die an Seite des Propheten stehen, genau diesen Weg gehen müssen, und dieser Weg führt zum Sieg für diese Leute und nicht zum Niederlage. Denn das ganze Programm Gottes ist auf einen Sieg und Erfolg ausgelegt und nicht auf Niederlage. Befarmait? پس عرض کردیم در طرح و برنامه خدا شکست معنا نداره. بله، ظواهر و در ظاهر ممکنه ما یه چیزهایی را ببینیم، مثلا ببینیم یه عده‌ای که دشمنی با خدا دارن، یه عده‌ای که در راه پیغمبر نیستن، در مقابله با پیغمبر هستن. خود خداوند یه امکاناتی رو در اختیار این گروه افراد قرار میدهد، اما شکست نیست. خداوند شکست نمیخوره، خداوند خودش یه امدادهایی را برای همچین افرادی با این تفکری، با این فکری قرار میده که یه موقعی اینا برگردن به دین خدا، برگردن به مسیر پیغمبر، برگردن به اون راهی که همراهی پیغمبر بکنن. پس بنابراین برنامه خدا برنامه شکست پذیر نیست. فقط ظواهر و در ظاهر ما چیزهایی میبینیم، فکر میکنیم که این گروه هایی که فکر ضد خدایی دارن، فکر ضد پیغمبری دارن، در مقابل با دین خدا هستن، به پیروزی رسیدن، در صورتی که اینجوری نیست. این ظاهر قضیه است. پیغمبر و دین خدا و خدا هیچ وقت شکست پذیر نیستند، همیشه با پیروزی و ظفر و غلبه در جامعه و در دنیا و در مقابل چشمان مردم حاضر می شوند. Also ist im Wege Gottes im Grunde genommen keine Niederlage gegeben. Es kann durchaus sein, dass das zum augenscheinlich eine Sieg für die andere Seite ist, für die Leute, die Feinde sind oder gegenüber dem Propheten stehen, dass da Gott sogar selbst den die Möglichkeiten eines augenscheinlichen Erfolg und Sieg den geben würde. Aber das ist in Wirklichkeit keine Niederlage für diese Seite, sondern das sind Möglichkeiten für diese Leute, um sich wieder zu dem rechten Pfad zurückzufinden, damit sie den Weg finden können, was sie aber vielleicht nicht tun. Und es ist auf jeden Fall der Weg Gottes immer ein Erfolg und Sieg, selbst wenn das augenscheinlich eine Niederlage erscheint. Denn in dem Wege Gottes immer ein Sieg für die Menschheit, für die Welt und Gesellschaft vorgeplant ist. Befarmait. خب حالا که برنامه خداوند شکست ناپذیر هست، این دوتا آیهی که من خدمت عزیزان قرائت کردم، در تفسیر این دوتا آیه صلح حدیبیه و فتح مکه منظور هست، اما در باطن این آیات و در تأویل این آیات بحث عاشورا،
بحث عصر ظهور، بحث رجعت و بحث قیامت مطرحه که اینها نشان دهنده پیروزی دین خدا بر شیاطین و بر دشمنان و بر مخالفین دین خداست. Also ist der Plan Gottes ein Plan, den keine Niederlage hat. Diese beiden Verse, die wir vorhin erwähnt haben, in der Koran-Exegese, besagen auch, die beschreiben eigentlich den Friedensvertrag von Hudaybah und den Sieg von Mekka. Aber es ist sogar noch weiter zu sehen, auch die Ereignisse von Ashura, die Ereignisse von Rosh'a, also diese Wiederkehr der Propheten und ja sogar der Jenseits, sie sind alle Zeichen von Sieg gegenüber den Satanen und alle, die gegen diesen Weg sind. Befarmait. من از این دو تا آیه و آیات مختلفی دیگری که در رابطه با ظفر و پیروزی و نصرت دین خداست و کسانی که همراهی دین خدا می کنند، همراهی رسول خدا را می کنند، به گفته فرمان الهی تن و تسلیم می شوند و تن می دهند، سه تا نتیجه می خواهم برای این همراهی عرض بکنم. این سه تا نتیجه، نتیجه همراهی انسانها و بندگان با رسول خدا و با بندگی خدا و تسلیم شدن در راه خداست. Ich möchte diese zwei Verse, aus diesen zwei Verse und weitere Verse, die über den Sieg der Religion Gottes spricht, klar sagen, dass das für die bedeutet, dass das für die Leute, die diesen Weg begleiten, die Leute, die Anordnung Gottes befolgen, drei Resultate mit sich bringt. Diese Resultate also ist einmal die Resultat der Begleitung der Prophet Gottes, Dienerschaft gegenüber Gottes und Gehorsam gegenüber Gottes. Befarmait. Hopp. اولین ثمره و نتیجه این همراهی طبق آیه دوم سوره فتح که می‌فرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا، در ادامش می‌فرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که خدا می فرماید من فتح و گشایش و نصرت برای شما ایجاد کردم، ادامش می فرماید خداوند گناهان گذشته و آینده شما را خواهد بخشید. اینجا بعضی از مفسرین اشتباه کردند، گفتند که گناهان پیغمبر را خواهد بخشید. پیغمبر خودش مجسمه اسمته، به تمام معنا کمال اسمته، پس گناه در وجود پیغمبر راه ندارد که خداوند گناهان گذشته و آینده پیغمبر را عفو کند و ببخشد. بنابراین اونایی که درست تفسیر کردند و درست تأویل کردند که ناشی از سفره اهل بیت است و اهل بیت این آموزش و این تعلیم را به این مفسرین داده است، گناهان همراهان پیغمبر است، نه گناهان خود پیغمبر. کسانی که در این پیروزی و در این ظفر و در این نصرت همراه پیغمبر باشند، بندگی دین خدا را بکنند و تسلیم امر الهی باشند، خداوند وعده کرده است برای نتیجه این همراهی گناهان گذشته و آینده آنها را بیامرزد. پس این اولین نتیجه همراهی با نبی مکرم اسلام است. Das erste Erfolg und das Resultat, was man daraus sieht, wird im Grunde genommen direkt in den Versen, der zweite Vers des Surah Nasr gesagt wird, inna fatahna lakam fatan mubina, von uns, wahrlich ist von uns der Sieg und der Sieg ist nah.
Und danach wird, sagt der Koran sagt im Grunde genommen, dass der Sieg von Gott gegeben wird. Und gleich danach heißt es, eure jetzige und künftige Sünden werden vergeben. Manche haben eine falsche Interpretation daraus gemacht und besagen, dass das die Sünde des Propheten damit gemeint ist. Aber Prophet ist das Zentrum der Fehlerfreiheit. Insofern ist diese Interpretation sicherlich falsch. Aber diejenigen, die diese eine richtige eine Interpretation daraus gemacht haben, weil sie aus der Quelle der Ahlul Bayt geschöpft haben, weil die haben klar gesagt, wie wir es zu interpretieren haben, die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das die Sünden der begleitenden Personen des Propheten ist. Und diese Sünden von dieser Personen soll vergeben werden. Das bedeutet also, die Sünden der Leute, die den Propheten begleitet haben, sowohl die vergangenen Sünden als auch die künftigen. Der Farmaid. من مجبورم یک چند جمله اینجا مطلب را بیشتر باز بکنم. دلیلش این هست که پیغمبری که همه بار مسئولیت ما را بر دوش خود کشیده، هدایت امت را از اون زمان جاهلیت بر عهده گرفته، مشکلات عظیمی را متحمل شده، سزاوار نیست ما به این پیغمبری تهمت گناه بزنیم. سزاوار نیست به همچین پیغمبری بگیم گناه مرتکب شده است. از روایتی که از امام هادی علیه السلام، دوستان عزیز، اگر ما سفره سفره اهل بیت نباشد منحرف می شویم، حتی آیات قرآن را هم کج معنا می کنیم، نادرست تفسیر می کنیم. امام هادی علیه السلام می فرماید که ما کان له من ذنب ولا هم بذنب ولكن الله حمله ذنوب شیعته ثم غفرها له. پیغمبر نه گناه کرد، نه اراده گناه کرد، نه قصد گناه کرد، بلکه بار گناهان همراهان خودش، امت خودش، شیعیان خودش، مسلمانان را بر دوش خودش کشید و از خداوند خواست اینها را ببخشه. اینه که تفسیر این آیه را باید به این شکل بکنیم، یعنی پیغمبر عظیم الشأن اسلام سنگ صبور گناهان ماست، یعنی تحمل گناهان ما بر دوش پیغمبره، یعنی فتح و ظفر و نصرت و پیروزی دین خدا اون وقت اتفاق میفته که ما همراه پیغمبر باشیم و گناهانی هم که در طول زندگی خودمون مرتکب شدیم اون گناه ها با همراهی پیغمبر لیغفره، آمرزیده می شود. بنابراین ما پنجره را باید درست باز کنیم، ما باید در را درست باز کنیم. اگر مسیرمون درست نباشد منحرف می شیم و آیات قرآن را هم اشتباهی و به غلط تفسیر می کنیم که مسیر ما Ich bin jetzt gezwungen und genötigt, die Sache ein wenig ausführlicher zu erklären. Der Grund, der Prophet, der uns alle versucht, den rechten Weg zu zeigen, den ganzen Verantwortung auf den Schultern trägt, um die Menschen in Rechtleitung zu bringen, die Menschen aus Unwissenheit zum Wissen zu bringen, ist nicht würdig, ihn der Sünde zu beschuldigen. Imam Hadi hat dazu eine besondere Aussage gemacht. Das ist der Punkt. Wenn wir auf den Ahlul Bayt uns beziehen, dann würden wir nicht in die Irre gehen. Aber wenn wir es nicht tun, würden wir sogar die Verse des Korans falsch interpretieren. Imam Hadi sagt dazu, der Prophet hat keine Sünde begangen. Er hat auch nie den Wunsch dazu geäußert und auch nicht einmal die Gedanken darüber, also die Intention dazu gehabt. Im Gegenteil, er hat die Sünden der Leute auf seine Schultern zwar mitgezogen, um zu vergeben. Das ist die richtige Interpretation. Der Prophet war der Ruhepol der Menschen und der Stein der Geduld der Menschen. Und
Wenn wir dann mit dem Prophet im Einklang sind und mit ihm in Begleitung sind, dann werden unsere Sünden vergeben, auch mit dem Bittgebet des Propheten. Das heißt, wir müssen den Fenster richtig öffnen. Wir müssen den richtigen Tor öffnen, damit wir nicht in die Irre gehen. Wie gesagt, ansonsten sind wir sogar in der Lage, den Koranversen zu missdeuten. Balebe Farmaid. خب عرض کردیم تفسیر این نصرت ها و فتح و پیروزی ها صلح حدیبیه و فتح مکه هست اما تعویلش عاشورا و عصر ظهور و رجعت و قیامته پس با این تفسیر ما می توانیم بگوییم عاشورا خودش یکی از مصادیق این نصرته عاشورا یکی از این نمونه های بارز پیروزی و فتح و ظفره پس عاشورا خودش یک مطهره یعنی پاک کننده هست بس روایتی که میفرماید اگر بر حسین گریه کردی گناهانت آمرزیده میشه بخشیده میشه نتیجهش این است که عاشورا مطهره پاک کننده و تطهیر کننده است ما که میخواهیم در این دستگاه پاک بشویم باید مراجعه کنیم به عاشورا باید مراجعه کنیم به 28 صفر باید مراجعه کنیم به شهادت امام رضا باید مراجعه کنیم به تمام ایام اللهی است که منتسب به اهل بیت اون وقت میفهمیم که در زیارت عاشورا وقتی میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد زندگی ما زندگی محمد و آل محمد میشه مرگ ما مرگ محمد و آل محمد میشه پس ما باید بگردیم نگاه کنیم ببینیم چه چیزی ما را تطهیر میکنه چه چیزی ما را پاک میکنه چه چیزی ما را از این مسیر به نصرت و پیروزی و ظفر میرساند دنبال اون راه باید بریم امروز که رحلت شب رحلت نبی مکرم اسلام شهادت امام حسن مجتبی این مسیر ما را باید پاک بکنه باید به نصرت و پیروزی برساند این میشه یکی از آثار همراهی پیغمبر خب جمعش مطلب زیاد شد also wir haben gesagt dass diese Koranverse eigentlich deren Interpretation der Friedensvertrag von Hudaybiyah ist und beziehungsweise der Sieg über Mekka. Aber es kann auch weiter interpretiert und übertragen werden auf den Ereignisse von Ashura, den Wiederkehr der Propheten Ruj'a und ebenfalls Jenseits. Das ist, und wenn man so ist, ist im Grunde genommen Ashura die Verwirklichung dieser Sache und zugleich auch die reinende Wirkung. Dieser Tag hat eine reinende Wirkung. Aus diesem Grunde heißt es, wenn man für Hussein weint, wird man vergeben. So müssen wir uns beziehen auf solche Tage wie Ashura, wie 28. Safar und andere solche wichtige Ereignisse, die wir als Tage Allahs, Ayyamullah bezeichnen, damit wir begleitend werden und vergeben werden. Wir sollen diese begleiten. Und dann wird auch dieser Satz, lass uns unser Leben sein wie Muhammad und seine Familie, lass unser Tod sein wie Prophet und seine Familie, dann bekommt das eine Bedeutung. Dann würden wir auch uns reinigen. Und heute Abend ist die Nacht des Todes des Propheten und das Martyrium von Imam Hassan Mustafa. Und das ist eine dieser Tage, Nächte, die uns reinigen kann und reinigen soll. Und das ist eine der Wirkungen, die wir haben, wenn wir den Propheten sozusagen an dieser Stelle begleiten. Befarmoid. خب این نتیجه همراهی پیغمبر برکت اول حالا دوم ثمره دوم همراهی با پیغمبر و رسیدن به این پیروزی چیه آیه قرآن میفرماید و یتم نعمته علیک
خداوند با این فتح و با این پیروزی نعمت را بر همه امت تمام کرد. خب الان این نعمت چیه؟ اتمام نعمت چیه؟ کجا این عبارت استفاده شده؟ دقت کنین عزیزان، اول اینکه بزرگترین نعمت خداوند بر بشریت خود پیغمبر عظیم الشأن اسلامه، یعنی بالاترین نعمت خود پیغمبره. این اصلا اگر کسی چشمشو باز بکنه میبینه که بالاتر از نبی اکرم وجود ندارد. رحمتون للعالمینه، رحمتون للشیعه نیست، رحمتون للسنی نیست، رحمتون للمسیحی نیست، رحمتون للعالمینه، یعنی برای تمام دنیا، تمام اون دنیا و این دنیا. پس بنابراین بالاترین نعمت خود پیغمبره. خب دومین معنای نعمت همراهانی است که پیغمبر رو همراهی میکنن. من یک مثالی، یک داستان کوچیک خدمت شما عرض بکنم. وقتی که قارون اومد دارایی هایش را در زمان حضرت موسی عرضه کرد، به نمایش گذاشت، اونهایی که ظاهر رو میدیدن و چشمشون دنبال ظواهر بود گفتن که ای کاش ما هم از این نعمت ها چیزی داشتیم، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، خدایا ای کاش اون لذتی که قارون داره ما هم داشتیم، دارای کیف میکنه، لذت میبره. اما اونها باطن قضیه رو نمیدونستن که موسای کلیم و حضرت موسای نبی الله یه چیزهایی داره که قارون نداره و با یک قدرت الهی اون سرمایه قارون، اون زیبایی های قارون، اون پول و مقام و طلا و جواهرات قارون از بین خواهد رفت. دائمی نیست، این چیزیست که خداوند به اون داده، خداوند بالاتر از اونشو داره و زیباتر از اونشو داره. بنابراین وقتی که ما همراهی رسول خدا را بکنیم، اتمام نعمت و اون زیبایی های نعمت به ما تعلق میگیره، ما در نعمت غوطه ور میشیم که اون نعمت خود رسول خدا و اهل بیت رسول خداست. Der zweite Resultat aus dieser Sache ist ein Vers des Korans, der eigentlich klar macht, dass dieser Sieg eine Gabe mit sich bringt für alle Völker. Wo ist diese Gabe? Was ist diese größte Gabe? Die größte Gabe ist der Prophet selbst. Im Koran heißt es Rahmatun lil Alamin. Das ist die Gnade für alle Welten. Der sagt nicht, es ist Gnade für die Schiiten, Gnade für Sunniten, Gnade für Christen. Nein, es ist Gnade für alle Welten. Sowohl diesseits auch im Jenseits. Und es gibt eine zweite Bedeutung von dieser Gabe. Das ist die Gabe, die für die Leute bezogen ist. Ich will jetzt ein Beispiel bringen, und es hatte in der Zeit des Propheten Musa a.s. den großen, reichen Mann namens Qarun gegeben, der unglaubliche Reichtümer hatte. Als er seine Reichtümer vorgeführt hat, haben manche Leute gesagt, so die Verse des Korans, schade, dass wir das nicht haben. Wir würden das auch gern haben. Wir würden auch diesen Genuss haben. Aber das ist nur die augenscheinliche Sache. Denn Qarun hat auch einige Sachen, einige Sachen nicht. Denn das hat alles Gott ihm gegeben und er kann dies verlieren. Und viel schöner als das, was Qarun hat, ist bei Gott. Und es kann ihm weggenommen werden und oder gegeben werden. Bale befarmait ma alan 38 daqiqa astim befarmait. خب من دو تا مقایسه میخوام با توجه به آیات قرآن انجام بدهم. ما وقتی سوره فاطر رو نگاه میکنیم، سوره فاطر ویژگی های دستگاه ربانی، خدایی، پیغمبری
اهل بیتی رو برای ما نسبت به دستگاه شیطان، دستگاه جهل، دستگاه ضد خدا، ضد پیغمبری و ضد اهل بیتی را برای ما ترسیم میکنه. اونجایی که میفرماید و ما یستوی الاعمى والبصیر، و دا و دوباره میگه ولن ظلمات ولن نور، و دوباره میگه ولن ظل والحرور، و دوباره میگه و ما یستوی الاحیاء والاموات وللاموات. یعنی چی؟ یعنی یه مقایسه میکنه، میگه اونی که بیناست با اونی که نابیناست مساوی نیستن، اونی که نوره با اونی که در ظلماته مساوی نیستن، اونی که سایه هست اونی که حرارت خورشید مساوی نیستن، اونی که مرده هست با اونی که زنده هست مساوی نیستن. پس دستگاه الهی با دستگاه باطل رو خداوند در این آیات مقایسه کرده. ما اگر بخواهیم همراهی رسول خدا و اهل بیت رسول خدا را بکنیم، ویژگی هایی که منتسب به دستگاه ربانی هست در خود پرورش می دهیم، اگر منتسب به دستگاه شیطان و اباطیل و باطل ها باشیم، ویژگی هایی که منتسب به دستگاه انحرافی و شیاطین هست در خود پرورش می دهیم. بنابراین خود انسان خودش به این مسئله واقف است که نور با ظلمات یکی نیست، مرده با زنده یکی نیست، کور با بینا و نابینا یکی نیست. اینا چیزایی است که در دو تا دستگاه مجزا از هم خصوصیات نهفته شدن. ما باید با بینش خودمون، با هدایت خودمون، با رهنمودهای پیشوایان دینیمون دو تا مسیر مجزا، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، دو تا مسیر مجزا رو ببینیم کدام یک ما را به اون فتح و نصرت و ظفر و پیروزی میرساند انتخاب کنیم. Es gibt zwei Vergleiche im Verse des Korans. In Surat al-Fatir wird die Eigenschaften der göttlichen Systems dargestellt. Und zwar in Form von Gegenüberstellungen. Ist denn ein Sehender und ein Blinder gleich? Ist das Licht und Dunkelheit gleich? Ist Schatten und Wärme gleich? Ist Tote und Lebende gleich? Es ist ein Vergleich zwischen dem göttlichen System und dem System des Ungültigen. Wenn man dem Propheten und den Imamen folgen will, muss man sich an dem göttlichen System anschließen. Und das, was verbunden an diese Personen ist, in sich wachsen lassen. Wenn man das System des Ungültigen folgen will, muss man das folgen und in sich wachsen lassen, was das System des Ungültigen entspricht. Und jeder normal denkende Mensch erkennt, dass Licht und Dunkelheit nicht gleich ist, Tod und Lebende nicht gleich ist, Sehend und Blind nicht gleich ist. Es ist in beide Systeme das Eigentliche gegeben. Wir müssen aber mit unserer Fähigkeit zu erkennen, mit der Rechtleitung der Ahlul Bayt, diesen Wege finden und folgen. حاجراس حدود 3 رو از برنامه گذشته توجه به ساعت باشه. چقدر وقت داریم؟ اگه بتونیم در قالب 5 دقیقه دیگه ختم بکنیم ممنون میشم. 5 دقیقه من عرازمو. سومین برکت و سومین نتیجه این فتح و نصرت و پیروزی رو رسیدن به پیروزی مطلقه. ببینین پیروزی مطلق یعنی پیروزی که شکست درش نیست. در همین آیات سوره فتح خداوند می‌فرماید و یهدیک صراطا مستقیما، یعنی تو رو این پیروزی و این نصرت تو رو به کجا میرسونه؟ به اون صراط مستقیمی که
اون صراط مستقیم چه خصوصیاتی داره؟ و ینصرک الله نصرا عزیزا، یعنی شکست ناپذیره، این پیروزی شکست ناپذیره. بنابراین سومین برکت این پیروزی شکست ناپذیر بودن، این پیروزی مطلقه. بنابراین ما باید یک دنبال یک پیروزی باشیم که راه نفوذ دشمن رو ببندیم، دشمن در آن نفوذ پیدا نکند. نصر و پیروزی مراحلی دارد. یک مرتبهش این است که شما پیروز میشی اما یه شکستی هم میخوری، اما یک پیروزی هست که شما مطلق پیروز میشی، یعنی به صورت جامع و به صورت مطلق و به صورت کامل ظفر و نصرت رو به دست میآوری. و این پیروزی مطلق در همراهی با رسول خداست، در همراهی با اهل بیت رسول خداست که خودشون این وعده رو دادن که صراط مستقیم ما هستیم. در تفسیر سوره حمد اونجا که ما میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم چیه؟ مفسرین بزرگوار ما گفتند صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالبه، صراط مستقیم صراط اهل بیت، اون صراط هست که شکست درش را ندارد. خب این چجوری به دست میاد؟ با همراهی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر به دست میاد. Der dritte Erfolg und was man nutzen von dieser Sache und ist ein Sieg ist, dass wir einen absoluten Sieg erreichen können. Absoluten Sieg heißt keine Niederlage. In Surah Fat heißt es, wir werden dich zum Sieg führen, in dem der rechte Pfad ist. Dieser Weg hat keine Niederlage. Also wir müssen nach dem Weg suchen, der uns dazu führt, dass der Feind nicht in uns eindringen kann. Denn ein ganz normaler Kampf ist so, dass wir mal gewinnen, mal verlieren. Aber hier geht es um absoluten Sieg, ohne jegliche Niederlage. Und dies kann nur erreicht werden mit der Begleitung des Propheten und seinen Ahlul Bayt. Wir haben sogar Überlieferungen, dass die Sirat al-Mustaqim, der rechte Pfad, was in Surah Fatiha, al-Fatihat al-Kitab gesagt wird, der Weg des Propheten ist. Das ist der Weg von Ali und seiner Ahlul Bayt. Und mit der Begleitung des Propheten und Ahlul Bayt können wir nur diesen Weg schreiten und Sieg erreichen. Befarmoid? خب جنبندی کنم. همه این سه تا نتیجه نصرت و پیروزی چجوری به دست میاد؟ در آیات مختلف و در روایات مختلف و دعاهایی که داریم، مخصوصا دعای عهدی که هر صبح باید خونده بشه به عنوان عهد و میثاق با امام زمان علیه السلام، نشان میدهد اگر میخواهیم به این پیروزی ها نائل بشویم، باید عهدی که در عالم زر زمانی که قبل از اینکه به این دنیا قدم بگذاریم با خداوند خود، با اله خود، با رب خود بستیم که به اون عهد خود وفادار بمانیم و اون تعهدی که به خداوند متعال دادیم، اون تعهد رو، تعهد شرعی و اخلاقی ماست که باید رعایت بکنیم که بتوانیم به این نصرت‌های الهی و به این پیروزی‌های الهی دست پیدا بکنیم. Ich will hier zusammenfassen und rekapitulieren. Wie sollen wir also diese drei Siege erreichen? In den verschiedenen Überlieferungen und Versen und auch sogar in dem Bittgebet Ahde, Treueid, Dua Ahde, jede Morgen verlesen werden sollte, wird darauf hingewiesen, wir sollen uns an dem Treubündnis halten, die wir einst in der Atomwelt den Gott versprochen haben. Wir sollen treu bleiben an unser Bündnis. Denn das ist eine religiöse wie moralische Bündnis. Und das würde uns zu diesem Sieg führen. Befarmoid. خب در پایان عرایزم از خداوند متعال میخواهم که انشاءالله به برکت امشب که شب رحلت و شهادت و در واقع شب نزول برکت بر امت اسلامی هست،
همه ما در کنار سفره نبی مکرم اسلام و امام حسن مجتبی انشالله قرار بگیریم و دعای ما این باشد که خداوند ظهور امام زمان علیه السلام را تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Am Ende möchte ich noch sagen, dass wir den Gott bitten sollen, dass wir an Segen dieser Nacht uns den seine Segen uns und der islamische Umma, die islamische Gemeinschaft zuteil werden lässt. Und dieses Bittgebet sollte unser eigentliches Bittgebet sein, nämlich den baldigen Wiederkehr unseres Imams, Imam Zaman. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی از حضرت عالی بسیار متشکریم. Wir danken Ihnen و المسلمین محمدی. فردا شب دوستان عزیز هم از فرمایشات این بزرگوار ساعت 8 شب ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی 21:30 دقیقه به وقت ایران و 22:30 به وقت افغانستان انشاءالله استفاده خواهیم کرد. Liebe Geschwister, wir werden morgen Abend auch die Worte dieses ehrenwerten Herrn um 8 Uhr mitteleuropäische Uhrzeit, 21:30 Uhr iranische Zeit, afghanische Zeit 22:30 Uhr auch die Ehre haben. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. Vielen Dank. التماس دعا داریم از تمام شنوندگان و بینندگان عزیز. Er bittet Dua von allen Zuhörer und Zuschauer. خدا حافظ شما شب خوش خدا حافظ شما خدا حافظ شما خب خواهران و برادران عزیز به پایان قسمت اول برنامه مؤسسه فرهنگی اهل بیت امشب میرسیم و از حضرات عالیه و عالی تمنا دارم دقایق دیگر ما رو بعد از استارت مجدد اینستاگرام همراهی کنید با دعای کمیل. Liebe Geschwister, das war der erste Teil des heutigen Online-Programms des Ahl el-Bayt Kulturvereins München e.V. Folgen Sie uns nach einem Neustart des Instagrams mit dem zweiten Teil, nämlich Dua Kumeil. Bis gleich. Tala Hazrat Ibad Bedrut.